اینجا اورشلیم رادیو پیام اسرائیل. بسیاری از کشورهای جهان گام به گام خصومت‌ها را کنار می‌گذارند و دست صلح و همکاری به سوی یکدیگر دراز می‌کنند. تنها حکومت اسلامی ایران است که روز به روز به ستیز با دنیا و تهدید علیه کشورهای دیگر می‌افزاید و پیمان دوستی خود با گروه‌های ترور را مستحکم‌تر می‌کند و در جهان متمدن بیش از پیش منزوی و مطرود می‌گردد. امروز شنبه 8 شهریور ماه 1399 خورشیدی برابر با 29 ماه اوت 2020 میلادی و نهمین روز از ماه ایلول در سال 5780 عبری است. شابات شالوم. فشرده چند خبر مهم روز را به آگاهی شما می‌رسانیم. امارات متحده عربی به طور رسمی تحریم‌های اقتصادی و بازرگانی علیه اسرائیل را که بیش از 70 سال است از جانب کشورهای عرب اعمال می‌شود، لغو کرد. به دنبال این اقدام تاریخی قرار است روز دوشنبه یعنی پس فردا مشاور ارشد پرزیدنت ترامپ در امور خاورمیانه و همچنین هیئت‌های بلندپایه آمریکایی و اسرائیلی در یک پرواز مستقیم از تل آویو رهسپار امارات شوند و فصل تازه‌ای در تاریخ روابط اعراب و اسرائیل رقم بخورد. هارد کوشنر داماد پرزیدنت ترامپ و مشاور او فردا یک شنبه در رأس یک هیئت پایه آمریکایی به اورشلیم می آید تا به روند صلح بین اسرائیل و کشورهای عرب شتاب بخشد. با آنکه دولت مصر از 41 سال پیش با اسرائیل پیمان صلح امضا کرده، هنوز عملاً به تحریم‌های اقتصادی و فرهنگی علیه اسرائیل ادامه می‌دهد و بنابراین می‌توان گفت که امارات عربی متحده نخستین کشور عربی است که تحریم اقتصادی علیه اسرائیل را باطل می‌سازد و سرمایه‌گذاری‌های کلان در اسرائیل امکان پذیر خواهد گردید. ایالات متحده همچنان میگوید که حتی اگر یک بار دیگر در شورای امنیت شکست بخورد، تحریم‌های تسلیحاتی علیه رژیم ایران را با قدرت بسیار همچنان ادامه خواهد داد. در تهران اعلام شد که علی خامنه‌ای در یک عزاداری محرم شرکت جسته است. با توجه به آنکه رهبر حکومت اسلامی خود را در قرنطینه کامل قرار داده و حتی اولین شب عزاداری را به صورت تنها در یک تالار بزرگ و در برابر دوربین‌های تلویزیون برگزار کرد، معلوم نیست که آیا شرکت این بار او در عزاداری واقعاً حضوری بوده و چه افرادی شرکت داشتند. در تهران برخی مقامات ارشد حکومتی به شدت گله می‌کنند که در پایتخت بزرگ ایران اثری زیادی از سیاه‌پوشی دیده نمی‌شود و مراسم عزاداری آنگونه که در گذشته مرسوم بوده رعایت نمی‌گردد. در حکومت اسلامی ایران بازداشت خبرنگارانی که به انتشار رویدادهای ناخوشایند رژیم پرداخته‌اند همچنان ادامه دارد و این بار خبرنگاری که قصد بنیاد مستضعفین برای تخریب یک روستا را منتشر کرده بود مورد تعقیب قرار گرفته است. آخرین گزارش‌های کرونا را نیز در این مجموعه خبری به آگاهی شما می‌رسانیم. تیم همکاران امروز ما شامل آقایان بابک اسحاقی، مرتضی لطفی و دکتر عبدالله قرقزلو می‌باشد. به مناسبت تقدس روز شنبه یک آهنگ یهودی نیز پخش می‌شود. مانند همه شنبه‌های دیگر برنامه را با شنیدن تفسیر سیاسی هفته نوشته و با کلام آقای منشه امیر آغاز می‌کنیم. آقای امیر تفسیر امروز خود را با این عنوان نگاشته است: از تجربه تاریخی یهودیان بیاموزید و به نگونبختی هزاران پناهجوی ایرانی پایان دهید. با ما همراه باشید. به همگان خوش آمد میگوییم. پیش از پخش اخبار به تفسیر سیاسی هفته توجه فرمایید. از تجربه تاریخی یهودیان بیاموزیم و به نگونبختی هزاران پناهجوی ایرانی
در سراسر جهان پایان دهیم. این بار سیاست را کنار می گذاریم و از امور انسان دوستانه سخن می گوییم، زیرا سیاست نیز به امور انسانها می پردازد و بدون انسانها سیاستی وجود نخواهد داشت. بسیار خرسند شدیم وقتی یک شخصیت ایرانی برون مرزی که در درون مرز نیز هواخواهان بسیار دارد که بازگشت او را انتظار می کشند، در بیانیه خطاب به سازمان ملل متحد خواستار اقدام فوری برای نجات جان یک پناهجوی ایرانی شد که در یونان در شرایط بسیار زجردهندهی به سر می برد. ولی آیا کافی است که ما از یک مرجع بین المللی بخواهیم که فقط به یک مورد از مصیبت ایرانیان پراکنده در جهان حمایت کند و به رسیدگی به آن بپردازد؟ شنیدیم که یک پناهجوی ایرانی که دولت سوئیس تقاضای پناهندگی او را رد کرده بود خودکشی کرد و با دستان خیش به زندگی خود پایان داد، زیرا احساس کرد که در این دنیای بزرگ یار و یاوری ندارد. در طول 4 دهه که از بروی کار آمدن رژیم کنونی می گذرد، به مقتضای شغلی خود با صدها و شاید هزاران نفر پناهجوی ایرانی در سراسر جهان در ارتباط بوده و با بسیاری از آنان در برنامه رادیویی گفتگو کردم. داستانهایی که شنیده و می شنوم بسیار دلخراش است، به ویژه در سالهای اخیر که بسیاری از کشورهایی که در گذشته با آغوش باز از پناهجویان استقبال می کردند اکنون سالیان دراز است که دروازه های خود را به روی آنان بستند. هزاران و شاید ده ها هزار آواره ایرانی در ترکیه و گرجستان و آذربایجان و کشورهای دیگری که ایرانیان برای ورود به آنجا به روادید نیاز ندارند گرد آمدند و در شرایط بسیار دشواری به سر میبرند و امیدی به آینده خود ندارند. در ترکیه پناهجویان ایرانی را به شهرهای کوچک و دوردست میفرستند که نه اجازه کار دارند و نه اجازه دارند که از آن شهر خارج شوند و به شهرهای دیگری بروند که امکانات زیستی در آنها کمی بیشتر است. در گرجستان نیز که یک کشور فقیر و عقب مانده است، ایرانیان در حقیران ترین اوضاع به سر میبرند و زندگی میکنند. البته در همه کشورهایی که نام بردیم ایرانیانی نیز هستند که با پولهای کلان و سرمایه های بزرگ به آنجا آمدند و در ترکیه بیشترین بیگانگانی که خانه میخرند ایرانی هستند، ولی آنها اکثراً دزدهای رژیم هستند که پولهای ملت را غارت کردند و به خارج منتقل ساختند، زیرا می دانند که حکومت در آستانه فروپاشی قرار دارد و آنها باید به فکر آینده و فردای خود باشند. شاید دلخراش‌ترین موارد زندگی پناهجویان آنان است که از طریق سواحل ترکیه خود را به جزایر یونان رساندند و در بدترین شرایط به سر میبرند و از جهنمی گریختند و اکنون خود را در جهنم مشابهی احساس میکنند. پروردگار عالم میداند که چند تن از این نگون بختن در آبهای دریای مدیترانه در این قایقهای کوچک لاستیکی غرق شده و جان سپردند. خلیج همیشه فارس ایران یک شعار مقدس است. جانم فدای ایران نیز
قدس و لقداس است، ولی در کنار آن یاری رسانی به این نگون بختان نیز وظیفه انسانی و اخلاقی و ملی همه آنانی است که توانایی‌های سیاسی یا مالی در خارج از کشور دارند. انتظار ما در این گفتار آن است که آن ایرانیان آستین بالا زنند و ثابت کنند که عشق به میهن و دفاع از ایرانی بودن خلیج فارس و مخالفت با قرارداد 25 ساله با چین و مخالفت با پایمال شدن حق ایرانی در حاکمیت بر دریای خزر یک شعار نیست، بلکه آن که میگوید جانم فدای ایران باید حاضر باشد که برای هموطنان ایرانی برون مرزی خود نیز گام عملی بردارد. بارها به ایرانیانی که قلبشان برای وطنشان و هموطنانشان میتپد گفتم و تکرار میکنم که از تجربیات ملت یهود در طول 2000 سال پراکندگی میتوان درسهای بسیار آموخت و ایرانی برون مرزی را زنده و پاینده نگاه داشت تا روزی که وطنش از این مصیبت رهایی یابد و بیش از 5 میلیون نفر ایرانی بتوانند به خانه پدری بازگردند. چگونه بوده است که یهودیان در طول 2000 سال دوری از وطن توانستند خود را زنده نگاه دارند و آرزوی وطن داشته باشند و بالاخره به خاک پدری بازگردند و به آرزوی خود برسند؟ چگونه ممکن است که یهودیان در طول این 2000 سال موجودیت خود را حفظ کردند و این در حالی که نه کشوری داشتند و نه دولتی و نه ارتشی و نه سازمانهای منظمی که با بودجه های کلان اداره می شوند. یهودیان در این 2000 سال در تقریبا همه کشورهای پراکندگی توانستند موجودیت ملی و همبستگی اجتماعی خود را حفظ کنند و امروز که ما میلیونها نفر ایرانی پراکنده در جهان داریم که نمی دانیم چه هنگام خواهند توانست به وطن خیش بازگردند، شایسته آن است که از تجربیات یهودیان بیاموزیم و برای یاری رسانی به هموطنان پراکنده خود اقدام کنیم. سخنان من اعطای کمک مالی به این نگون بختانی نیست که در بدترین شرایط زیست می کنند. این کمک رسانی مادی ده ها و شاید صدها میلیون دلار بودجه می طلبد که بعید می نماید که تأمین آن در توان ایرانیان مرفه در چند کشور جهان باشد. ولی یک راه دیگر وجود دارد که بودجه مورد نیاز تقریبا صفر است، اما پیامدهای آن می تواند بسیار سازنده و مفید باشد. در چند گفتگوی تلویزیونی و در هر فرصت رایزنی با ایرانیان توانمند برون مرزی و آنانی که در کشورهای محل سکونت خود از نفوذی برخوردار هستند، این اندیشه را در میان گذاشتم که ایرانیان برون مرزی همانند یهودیان پس از جنگ جهانی اول و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم سازمانهایی برپا کنند که به مهاجرت و اسکان یهودیان در کشورهای پیشرفته یاری می رسندند. سازمانی را به نام حیاس نمونه آوردم که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم توانست مهاجرت میلیونها نفر یهودیان شرق و مرکز اروپا را که از چنگال آلمان نازی جان سالم به در برده بودند
به ایالات متحده فراهم کند. همین سازمان در سالهای گذشته نیز فعال بود و شمار نامعلومی از ایرانیان یهودی و بهایی و مسیحی را که از چنگال حکومت کنونی گریخته و خود را به اتریش رسانده بودند توانست به ایالات متحده مهاجرت دهد. این فعالیت در سالهای اخیر که بسیاری از کشورها و به ویژه ایالات متحده درهای خود را به روی پناهجویان بستند دشوار و تقریبا محال شده است. من می دانم که ایرانیانی در برون مرز وجود دارند که در جامعه بین المللی از احترام و حیثیت بسیار برخوردارند و می توانند برای برپایی تشکیلاتی به هدف انتقال پناهجویان ایرانی به کشورهای متمدن و پیشرفته و رهانیدن آنان از مصیبت بزرگی که هم اکنون با آن روبرو هستند بسیار مؤثر باشند. با خرسندی و افتخار می توان گفت که شماری از ایرانیانی که در 40 سال اخیر ناچار به ترک وطن خیش شده اند توانستند در جوامع باز ایالات متحده، کانادا و کشورهای اروپایی به مقام و موقعیت والایی برسند. اینان نشان آنند که اگر در کشور خود حکومتی با خرد و وطن پرست داشتند و جامعه آنان از آزادی اندیشه و آزادی های فردی دیگر برخوردار می بود، چه پیشرفت هایی می کردند و چه افتخاراتی برای وطن خیش به وجود می آوردند. اگر این ایرانیان موفق با برپایی سازمانی دست یاری بدهند و از کشورهای پیشرفته جهان درخواست کنند که سهمیه ای را به مهاجرت ایرانیان اختصاص دهند، به هموطنان خیش کمک بسیار کردند. چون این اقدامی به هیچ بودجه مالی نیازی ندارد. چگونه است که دولت آلمان در چند سال اخیر 2 میلیون نفر پناهجو از کشورهای اسلامی و عربی و آفریقایی را در خود پذیرفته ولی هیچ سهمیه‌ای برای ایرانیان وجود نداشته است؟ چگونه است که کشورهای اروپای غربی همین هفته پیش با پذیرش چند صد تن از پناهجویان کشورهای مختلف در یونان موافقت می‌کنند ولی سهمیه‌ای برای ایرانیان منظور نشده است؟ اکثر ایرانیان آواره انسان‌های دارای سلامت جسمانی و اراده قوی برای کار کردن و زحمت کشیدن هستند و می توانند عناصر مفیدی و سازندهی برای کشورهای میزبان باشند. چرا به رنج آنان پایان داده نشود؟ چرا سازمان برپا نگردد که دولت‌های جهان را تشویق کند که شماری از ایرانیان پناهجو را بپذیرند؟ چرا از سازمان ملل نخواهند که دفتر کمیساریای عالی رسیدگی به امور پناهجویان را دوباره در کشورهای مانند گرجستان و ترکیه که پناهجو هستند از نو برپا سازد؟ در گذشته این نهاد موجب پذیرفته شدن هزاران نفر ایرانی در کشورهای غربی بوده است. بسیاری از این پناهجویان پیشین اکنون دارای زندگی مرفه و پیشرفت‌های خوبی در آن کشور میزبان هستند و حتی به مقامات بالا رسیدند. رویاوردن به سازمان ملل برای نجات جان یک ایرانی مصیبت زده در
یونان امری بسیار انسانی و قابل تحسین است، ولی نگونبختی ایرانیان برون مرزی به یک تن و ده تن محدود نمی شود و از ایرانیانی که با استعداد و تلاش خود توانستند در کشورهای میزبان غربی به مقام و موقعیتی برسند انتظار می رود که به وظیفه وجدانی و ملی خیش عمل کنند و برای انجام این پیشنهاد بشر دوستانه و ایران پرستانه کمر همت ببندند. تفسیر سیاسی هفته نوشته و با کلام آقای میناش امیر را شنیدید. تفسیر امروز با این عنوان نگاشته شده بود: از تجربه تاریخی یهودیان بیاموزید و به نگونبختی هزاران پناهجوی ایرانی پایان دهید. اگر مایل به شنیدن دوباره این گفتار و یا خواندن متن آن هستید، می توانید به وبسایت رادیو پیام اسرائیل با این نشانی مراجعه کنید: radis.org. رادیس کوتاه شده دو واژه رادیو و اسرائیل است. اکنون شما را به شنیدن اخبار روز دعوت می‌کنیم. با درودهای بی‌پایان از اورشلیم، شهر نیکویی‌ها، در این روز شنبه با آرزوی نیکبختی برای همگان، همراه با همکارانم این مجموعه خبری را به شما تقدیم می‌کنیم. دولت امارات عربی متحده اعلام کرد که به طور رسمی تحریم‌های اقتصادی و بازرگانی علیه اسرائیل را که در 70 سال اخیر از جانب کشورهای عرب علیه اسرائیل برقرار بوده باطل می‌سازد و از این پس دو کشور می‌توانند روابط گسترده علنی با هم داشته باشند. این اقدام امارات یکی از مراحل برقراری روابط کامل سیاسی بین دو کشور است. فرمانی که از جانب فرمانروای امارات صادر شده زمینه را برای داد و ستد گسترده اقتصادی بین دو کشور فراهم می‌سازد. بنابر یک گزارش دیگر، جرارد کوشنر، مشاور ارشد پرزیدنت ترامپ در امور خاورمیانه، قرار است فردا یک شنبه وارد اسرائیل شود و به خاطر ورود این میهمان بلندپایه آمریکایی، جلسه هفتگی هیئت دولت اسرائیل برگزار نخواهد شد. دیدار کوشنر از اسرائیل به دنبال رشته سفرهایی است که مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، در هفته‌ای که گذشت از اسرائیل و چند کشور عربی منطقه انجام داد که هدف از آن گسترش دایره کشورهایی است که همانند امارات عربی متحده مایل باشند اسرائیل را به رسمیت بشناسند. اکنون بیش از پیش آشکار می‌شود که ایالات متحده قصد دارد از طریق برپایی روابط دوستانه بین کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس با اسرائیل یک جبهه سیاسی نظامی جدید علیه حکومت ایران به وجود آورد که سفر جرارد کوشنر به اورشلیم حلقه مهم دیگری در این زنجیره دیپلماتیک می باشد. مهمترین جنبه ورود کوشنر و هیئت همراه او به اسرائیل پروازی است که قرار است روز دوشنبه پس فردا با شرکت هواپیمای ملی اسرائیل ال آل از اورشلیم به امارات انجام گیرد. در این هواپیما علاوه بر همراهان کوشنر، یک همگی از دست‌اندرکاران تلاش‌های صلح ایالات متحده هستند، ده‌ها تن از مقامات ارشد اسرائیلی نیز حضور دارند. با اینکه در سالهای اخیر ده‌ها و شاید صدها پرواز مستقیم از اسرائیل به امارات و برعکس انجام گرفته، ولی این نخستین باری است که یک پرواز رسمی و علنی انجام می‌گیرد. پرسش بزرگ در این رابطه آن است که آیا عربستان سعودی اجازه خواهد داد که این پرواز از طریق حریم هوایی آن کشور انجام گیرد. در غیر این صورت هواپیما باید شبه جزیره عرب را دور بزند و در حالی که پرواز مستقیم بین اسرائیل و امارات حدود 3 ساعت است، دست کم 2 ساعت بر زمان آن بیفزاید. اعطای اجازه پرواز مستقیم از طریق عربستان می تواند بیان خرسندی دولت ریاض از اقدام امارات باشد و در همان حال علاقمندی عربستان به برقراری روابط سیاسی با اسرائیل را نیز آشکار کند. در سفر روز دوشنبه به امارات از جمله رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل
و همچنین افراد بلند پایه‌ای که در پیشبرد روابط بین اسرائیل و امارات فعال بوده اند حضور خواهند داشت که یکی از آنها رئیس دفتر نتانیاهو می باشد. ایالات متحده تلاش دارد که برپایی روابط بین امارات و اسرائیل هرچه زودتر نهایی شود تا بتوان کشورهای بیشتری را به این جرگه کشاند. انتظار می رود که بحرین کشور بعدی باشد که با اسرائیل روابط آشکار برقرار خواهد ساخت، ولی همچنان برای کشاندن دولت موقت سودان به این مسیر تلاش ادامه دارد. انتظار می رود که در این روند عربستان سعودی آخرین کشوری باشد که در این مسیر گام برخواهد داشت. رژیم ایران ادعا می کند که امیرنشین ها با این اقدام امنیت خود را به خطر می اندازند و خود را در مسیر انتقام جویی حکومت ایران قرار می دهند. ولی دستاندرکاران امور در امیرنشین ها می گویند که تهدید علیه موجودیت آنها از دهه ها پیش توسط رژیم ایران ادامه داشته و اگر اتحاد تازه‌ای برپا شود از قدرت بازدارندگی بزرگی علیه برنامه های تجاوزکارانه رژیم ایران برخوردار خواهد بود. پرزیدنت ترامپ در ایالت نیوهمشایر سخنرانی مهمی کرد. او گفت ما از توافق هسته‌ای فاجعه‌بار دولت قبل با ایران خارج شدیم. ما 150 میلیارد دلار به ایران برای توافقی که در واقع خیلی کوتاه مدت بود پول دادیم. از آن جالبتر 1 میلیارد و 800 هزار دلار پول نقد به آنها دادیم، کلی پول نقد که با چند هواپیما بردند. خیلی بد بود و آن زمان بود که من فهمیدم چقدر یک پرزیدنت در ایالات متحده قدرتمند است. وقتی یک رئیس جمهوری این حق را داشته باشد که به نظرم نداشت که به بانک ها برود و 1,800,000 دلار پول نقد بگیرد و تحویل افرادی بدهد که از جرأت و شجاعت ما متنفر هستند، به این میگویند قدرت. البته من باور ندارم که او حق داشت چنین کاری بکند. دونالد ترامپ همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت جو بایدن به جنگ عراق رأی مثبت داد. من مخالف جنگ عراق بودم. او با مأموریت کشتن اسام بن لادن مخالف بود. او با کشتن سلیمانی مخالف بود. رئیس فدراسیون جودوی تعلیق شده ایران به تلویزیون ایران که صحنه ای از مسابقه جودوکار اسرائیلی را پخش کرده بود اعتراض کرد. آرش میر اسماعیلی به پخش صحنه ای از مسابقات جودوکار اسرائیلی در تلویزیون واکنش تندی نشان داد و در صفحه اینستاگرام خود نوشت آقایان صدا و سیما خجالت بکشید، ما داریم تاوان می دهیم، له می شویم و شما شدیداً مبلغ اسرائیلی ها و افرادی که به کشور خیانت کرده اند هستید. چند بار باید تذکر بدهیم و نامه بنویسیم. او در ادامه افزود اگر خط قرمز کشور برای شما مهم نیست، خب به ما هم اعلام کنید که 11 ماه جدای ایران تعلیق نباشد. کلیه شبکه های آن طرف آب دارن هر هفته ما را می کوبند و شما چه کار کردین؟ هزاران جودوکار چشم انتظار دادگاه هستند و شما به جای مرهم نمک روی زخم شده اید. تا کی باید سهل‌انگاری شما را ببینیم و دم نزنیم؟ حداقل دین ندارید آزاده باشید. دریغ از یک معذرت خواهی و برکناری مدیران نالایق. او همچنین در گفتگو با ایسنانی ضمن انتقاد شدید از این اقدام صدا و سیما بیان کرد. پیش از این نیز صدا و سیما اقدام به پخش مصاحبه سرمربی سابق تیم ملی که نقش مهمی در تعلیق جدای ایران داشت کرد و این بار نیز چند شب قبل اقدام به پخش مجدد یک برنامه با تصویر جودوکار رژیم صهیونیستی کرده است. آیا نظارتی بر نحوه پخش برنامه‌های صدا و سیما صورت نمی‌گیرد که علارغم نامه مکتوب فدراسیون باز هم شاهد چنین اقداماتی هستیم؟ گفتنیست تعلیق جدای ایران در 21 اوت 2019 هنگامی که مشخص شد ورزشکاران ایرانی در پی اخطارهای قبلی باز هم در مقابل ورزشکاران اسرائیلی بازی نکردند تایید شد. فدراسیون جهانی جودو اعلام کرد که حکم نهایی را در مورد فدراسیون جودو ایران صادر کرده و گفت فدراسیون جودو ایران تا زمانی که تضمین محکمی مبنی بر اینکه ثابت کند که به اساسنامه فدراسیون جهانی پایبند است و قبول کند که ورزشکارانش مقابل ورزشکاران اسرائیلی مسابقه خواهند داد، از حضور در تمامی مسابقات و رویدادهای بین‌المللی محروم خواهد بود.
این هفته در حساب توییتری وزارت خارجه آمریکا نقل قولی از رئیس جمهوری آمریکا را بازنشر کرد که در آن از پرزیدنت ترامپ نقل شده بود: من سخت‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کردم و این باعث دشواری زیادی در دادن پول به سازمان‌های تروریستی برای آنها شده است. دولت پرزیدنت ترامپ از 2 سال پیش کاردار فشار حداکثری بر رژیم ایران را آغاز کرده است. آمریکا میگوید رژیم ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و حمایت تهران از گروه‌های تروریستی به افزایش بی‌ثباتی در خاورمیانه منجر شده است. وزیر خارجه آمریکا خرداد 1397 با اعلام راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران 12 شرط ایالات متحده برای توافق با جمهوری اسلامی را برشمرد که در واقع فهرست خواسته های ایالات متحده از جمهوری اسلامی یا به عبارتی جزئیات تغییر رفتار رژیم جمهوری اسلامی ایران است. برخی از این شروط شامل توقف از تروریسم و خودداری از اقدامات مخرب در منطقه، نظیر حمایت از حزب الله لبنان و دخالت در کشورهای منطقه است. کوثر کریمی، خبرنگار خبرگزاری مهر، روز گذشته آدینه که برای نخستین بار خبر مربوط به تخریب روستای ابوالفضل و شرایط بلا تکلیف 300 خانوار در این روستا را منتشر کرد، بازداشت شد. حکومت ایران حتی خبرنگارانی که بر حسب وظیفه حرفه‌ایشان خبر تهیه می‌کنند را مورد آزار قرار می‌دهد که یک سانسور تمام عیار در امور خبررسانی در ایران برقرار شود. خانم کریمی هفته گذشته نیز در گزارشی از فقر و عدم امکانات ابتدایی در روستای ابوالفضل نوشته بود که ساکنان روستا با آن درگیرند و با همه این مشکلات و در شرایطی که بیماری کرونا همه کشور را در بر گرفته است، اکنون آنان با خطر تخریب خانه‌هایشان نیز مواجه هستند. خبر بازداشت کوثر کریمی، خبرنگار خبرگزاری مهر، وابسته به سپاه پاسداران توسط یاسر جلالی، یکی از روزنامه‌نگاران مستقر در استان خوزستان، در شبکه اجتماعی توییتر منتشر شد که در آن نوشته شده بود دادگستری این استان گزارشگر خبرگزاری مهر را به جرم تبلیغ علیه نظام اسلامی بازداشت کرده است. کوتاه مدتی بعد یکی از مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی که صاحب امتیاز خبرگزاری مهر محسوب می شود اعلام کرد که این خبرنگار با غیر کفالت آزاد شده است. یاسر جلالی در ادامه توییت خود نوشته است که گویا یکی از مقامات تهدید کرده است که اگر خبرگزاری مهر پیگیری های خود درباره این موضوع را ادامه دهد، مدیر عامل خبرگزاری به دادگاه احضار خواهد شد. پس از انتشار خبر درگیری بین نیروهای امنیتی با ساکنان روستای ابوالفضل در اطراف اهواز، نام این روستا بر سر زبان ها افتاد. گزارش شده بود که نیروهای امنیتی در درگیری با مردم این روستا به گاز اشکاور و گلوله‌های ساچمه‌ای متوسل شدند که در نتیجه آن چندین نفر از ساکنان روستا زخمی شدند. ماه محرم که تا کنون به جهت مراسم عزاداریش دوره‌ای بس پرخطر محسوب می شود، اینک به دلیل روزهای تاسوعا و عاشورا، شنبه و یک شنبه، امروز و فردا و افزایش سفرهای میان شهری، نگرانی مسئولان را برانگیخته است. به گفته آنان هر بار که شمار سفرها زیاد شده است، میزان اطلاع به بیماری کووید 19 و مرگ و میرها ناگهان افزایش پیدا کرده است. دکتر علیرضا زاری، مسئول ستاد عملیات مقابله با اپیدمی، در مورد وضع خاص تهران توضیحاتی داد و گفت شروع کرونا در مناطق مختلف پایتخت بسیار ناهمگون بوده است و بیشترین ابتلا در مناطق شرقی و جنوب شرقی پایتخت مشاهده شده است. منطقه‌ای که از تهران پارس تا پاسداران را در بر می‌گیرد، یکی از آلوده‌ترین مناطق پایتخت محسوب می‌شود. در مقابل پایین‌ترین میزان مرگ و میر مربوط به مناطق 21 و 22 شهر تهران بوده است
این دو منطقه غربی ترین محلات تهران را تشکیل می‌دهد و از جمله دهکده المپیک، پارک چیتگر و تهران سرا را در بر می‌گیرند. سخنگوی وزارت بهداشت حکومت ایران امروز شنبه اعلام کرد در شبان روز گذشته 110 تن دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند که با مقایسه با روز قبل 2 تن کمتر بوده است و در مجموع تعداد مرگ و میرها در اثر بیماری کرونا از مرز 21,000 تن گذشت و به 21,359 تن رسید. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه گفت 1,905 بیمار جدید کرونا طی شبان روز اخیر شناسایی شدند. به افزود 3,791 نفر از بیماران در وضعیت وخیم و شدید بیماری هستند و تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند. سخنگوی وزارت بهداشت مجموع مبتلایان به ویروس کرونا را بیش از 371,000 تن اعلام کرده. گفته است مجموع مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 371,826 تن می‌رسد. رسانه‌ها و منابع آگاه می‌گویند آمارهای دولتی که اعلام می‌شود تنها در محدوده تغییرات جزئی است. یک روز ممکن است تعداد مبتلایان انبوه و زیاد باشند و روزهای دیگر کمتر. معمولاً رسانه‌های مستقل نیز آمارهای حکومت ایران را قابل اعتماد نمی‌دانند و با استناد به شواهد میدانی، وضعیت بیمارستان‌ها و گواهی‌های فوت، تعداد واقعی مرگ و میر را 2 تا 3 برابر آمار رسمی و شاید هم خیلی بیشتر از آمار دولتی می‌دانند. و به عنوان آخرین مطلب بخش نخست این مجموعه خبری، این آقای محمد جواد ظریف آدم خوشمزه است که در جهان دیپلماسی نیز می‌خواهد کمی مزاح کند. مثلا همین آقای ظریف که خودش از بالا به پایین دروغ میگوید نخست وزیر اسرائیل را در مورد افشاگری اتمی او در رابطه با ایران چوپان دروغگو نامیده بود که البته لقبی است که شایسته خود او میباشد، زیرا بررسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز نشان داد که همه افشاگری‌های نتانیاهو درباره برنامه‌های اتمی ایران درست بوده و بر اساس مدارکی است که از محله شوراباد تهران به اسرائیل آورده شد. حالا این سر دیپلمات حکومت اسلامی ایران در آخرین توییت خود نوشته است وقتی آمریکا از برجام طلاق گرفته است دیگر حق دخالت در آن را نخواهد داشت. البته آمریکا برجام را طلاق داده، یعنی آن را ترک کرده و نه آنکه برجام گفته باشد که آمریکا را دیگر نمیخواهد. این شیوه پیام رسانی وزیر خارجه حکومت ایران شایسته هیچ حکومتی نیست و نشان دیگری از فرهنگ بی ادبی رژیم ایران است که تظاهر کنندگان علیه رژیم را خس و خاشاک می نامد و اسرائیل را رژیم صهیونیستی اشغالگر قدس لقب می دهد و پای برجام و آمریکا را به طلاق و طلاق کشی تشبیه می کند. بسیاری از استان‌های کشور به دلیل گسترش ویروس کرونا در وضعیت قرمز قرار دارند. طبق گزارش‌ها تاکنون 28 استان کشور در وضعیت قرمز و هشدار هستند. طغیان ویروس کرونا در شهرهای اصفهان، قم، گیلان و مازندران و افزایش نگرانی ها از افزایش سفرهای مردم است. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت روز جمعه دیروز با ابراز نگرانی از افزایش سفرها به شمال کشور در تعطیلات ماه محرم اعلام کرده است که استان مازندران یکی از کانونهای آلوده در انتشار ویروس کرونا است و پس از بازگشت مسافران به تهران به مرکز پخش ویروس به سراسر کشور تبدیل می شوند. طبق آخرین گزارش ها وضعیت کرونا در استان مازندران از قرمز هم فراتر رفته است و نزدیک به 800 تن در بیمارستان های این استان بستری هستند. شمار موارد بستری در اصفهان نیز
به بیش از 1000 تن رسیده است. در همین حال غلامرضا شریعتی نماینده مجلس وضعیت استان مازندران را نامساعد توصیف کرد و گفت شرایط استان مازندران در خصوص کرونا قرمز است و چند ماهی می شود که به دلیل مسافرت‌های غیر ضروری به استان حتی وضعیت از قرمز هم عبور کرده و شرایط بسیار سخت و دشواری پدید آورده است. در حال حاضر 788 بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل بستری هستند و تخت‌های بیمارستانی مازندران به سختی کفاف مردمان این منطقه را می‌دهد. دکتر محمد فتحی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز اعلام کرد با بستری شدن 55 بیمار جدید شمار مبتلایان به کرونا از آغاز شیوع تا کنون در این استان به 15127 تن رسیده است. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز گفت شمار بیماران کرونایی بستری شده در بیمارستان‌های استان در هفته گذشته در محدوده 800 نفر بود، اما در اوایل هفته جاری به بیش از 900 تن رسید و با این سرعت زیاد امروز تعداد بیماران بستری به بیش از 1020 تن افزایش یافت. کلی کرافت سفیر ایالات متحده در سازمان ملل شامگاه این هفته دسترسی ایران به سلاح‌های پیشرفته خود را برای صلح و ثبات در خاورمیانه خطرناک است را انگشت نهاد و به همین دلیل گفت تمام تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باید بازگردانده شوند. وی هشدار داد که ناقضان تحریم تسلیحاتی ایران تحریم خوان شد. کلیکراف به شبکه العربیه گفته است که آمریکا خود را به خاورمیانه با ثبات و صلح آمیز متحد می‌داند، در صورتی که ایران حامی شماره یک تروریسم در جهان، اجازه خرید و فروش سلاح‌های جدید و قوی را داشته و این امری است که نباید روی بدهد. سفیر آمریکا تأکید کرده است ما باید تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را بازگردانیم. کلیکراف در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا درباره تحریم نهادهای روسی و چینی در صورت معامله با تهران گفت هر شخص و هر نهادی که بین آمریکا و تلاش‌ها برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح قرار گیرد تحریم خواهد شد. سفیر آمریکا در ادامه این مصاحبه بر بازگشت تحریم‌های بین‌المللی ایران در 20 سپتامبر تأکید کرد. این در حالی است که اکثریت اعضای شورای امنیت با بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران مخالفت می‌کنند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم روز گذشته بر بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در 20 سپتامبر تأکید کرد. مایک پومپئو در توییتی نوشته بود هفته گذشته به دنبال ناکامی سازمان ملل در انجام وظایف خود برای حفظ صلح و امنیت، ایالات متحده فرایند 30 روزه بازگرداندن کامل تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را کلید زد. آمریکا طرح بازگشت تحریم‌ها و فعال کردن مکانیزم ماشه را هفته گذشته به شورای امنیت ارائه کرد، اما طی 24 ساعت پس از این اقدام 13 عضو از 15 عضو دائمی و غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل در نامه‌های مخالفت خود را با این اقدام ایالات متحده اعلام کردند. در همین زمینه یان دیجانی سفیر اندونزی و رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل این هفته گفت با توجه به مخالفت 13 عضو با این اقدام آمریکا برای فعال کردن مکانیزم ماشه درباره ایران، این شورا در جایگاهی نیست که اقدام بیشتری انجام دهد. و این در حالی است که دولت آمریکا تأکید کرده با استفاده از تمامی ابزارهای دیپلماتیک که در اختیار دارد مانع از برچیده شدن تحریم‌های
تسلیحاتی جمهوری اسلامی خواهد شد. در پی انتشار گزارش‌های در شبکه‌های اجتماعی که در آن ابراز شگفتی شده بود که علی خامنه‌ای در یک اتاق بزرگ به تنهایی نشسته بود و غیر از قاری قرآن کسی حضور نداشته است، این بار چند تن از اعضای دفتر خدا در حسینه جماران گرد آورده و در مراسم شب تاسوعا عزاداری کرده است. خبرگزاری تسلیم ضمن گزارشی در این زمینه با نقل سخنان آخوند رفیعی نوشته است: در این مراسم حجت الاسلام محسن آتشکار به مسیح خانی و ذکر مصیبت پرداخت. علی خامنه‌ای از دو ماه پیش خودش خود را قرنطینه کرده و جز برخی از افراد دفتر و نزدیکانش کسی را نپذیرفته است و سخنرانی ها و پیام های خود را هم از راه دور یا در کنفرانس ویدیویی انجام می دهد. از سوی دیگر به گزارش پایگاه خبری نام نیوز، آخوند حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز گفته است: آوردن مردم پای صندوق آرا در شرایط فعلی کار بسیار سخت و دشواری است. به گفت اصولگرایان در انتخابات 1400 هم دارای وحدت و انسجام خواهند بود و به نظر می رسد که همان سازوکار مجلس برای 1400 هم پیاده شود. اگر اصلاح طلبان واقعا از اشتباهات گذشته خود بازگردند و دیگر خطاهایشان را تکرار نکنند، می توانند در عرصه سیاسی کشور حضور داشته باشند. به گفت آوردن مردم به پای صندوق‌های رأی در شرایط کنونی کار ساده‌ای نیست. مورد بحث من فقط دولت آقای روحانی نیست، بلکه واقعیت این است که دولت‌های دو سه دهه اخیر به طور کامل موفق نبودند و همه‌شان با اختلاف سلیقه مدیریتی نتوانستند مشکلات مردم را حل کنند. در همین حال آخوند احمد پناهیان نسبت به بی‌اعتنایی ها به ماه محرم اذعان کرد و گفت در سطح شهر تهران آثار محرم دیده نمی شود. مسئولان مروکه می گویند پارچه برای مشکی پوش کردن شهر نداشتیم. بعد می گوید چون مردم نزدیک عاشورا کم کم مشکی می پوشند، ما هم گذاشته ایم کم کم شهر را مشکی پوش کنیم. مردم را چه فرض کرده اید؟ تابلوی میدان جمهوری اسلامی می شود بولوار جمهوری. بعد به خاطر اعتراضات می گویند اشتباه شده. برخی مسئولان گویا باور کردند در قبال اسلامی کردن جامعه و مردم مسئولیتی ندارند. وزارت دادگستری ایالات متحده با انتشار بیانیه اعلام کرد که علیه 4 شهروند ایالات متحده در ارتباط با توطئه برای فروش نفت تحریم شده ایران اعلام جرم شده است. در این بیانیه آمده است که جان دمرز، دستیار دادستان کل در امور امنیت ملی، و ویلیام مکسوین، دادستان آمریکا در حوزه شرق پنسیلوانیا، اعلام کردند که 4 شهروند ایالات متحده به توطئه نقض تحریم‌های ایران و توطئه برای پولشویی بر اساس تلاش آنها برای معامله نفت تحریم شده ایران متهم هستند. و افزود که متهمان برای مخفی کردن فعالیت‌های غیرقانونی خود از شرکت‌های سوری رشوه و اسناد جعلی استفاده می‌کردند. بر اساس این گزارش مشخصات این متهمان نیکولاس هوان 34 ساله از نیویورک، جینو وانگ 39 ساله از دالاس ایالت تگزاس، رابرت تویتس 30 ساله از دالاس و دانیل ریلین 39 ساله از مکینی ایالت تگزاس اعلام شده است. در این بیانیه تأکید شده که آمریکا همچنان با استفاده از تمام ابزارهای خود جهت شناسایی و جلوگیری از تلاش‌های افراد برای نقض تحریم‌های آمریکا استفاده خواهد کرد، چرا که
چنین اقداماتی به امنیت ملی آمریکا ضربه وارد میکنند. دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که اقدامات این متهمان از ماه می 2019 آغاز شده بود و تا فوریه 2020 که بازداشت شدند ادامه داشته است. همچنین این افراد متهم هستند که قصد داشتند با فروش ماهانه دو محمول نفت ایران به سودی 28 میلیون دلاری برسند. بر اساس این گزارش این متهمان در صورت مجرم شناخته شدند ممکن است به مجازات 45 سال زندان و 1.75 میلیون دلار جریمه نقدی محکوم شود. در واکنش به صدور حکم اعدام برای نوید افکاری از معترضان بازداشت شده در جریان جنبش اعتراضی تابستان سال 97 خورشیدی شیراز، شاهزاده رضا پهلوی در صفحه توییتر خود نوشت که تلاش برای رهایی او و دیگر جوانان دلیر از بند ضحاک زمان یک وظیفه میهنی است. شاهزاده رضا پهلوی در این پیام ضمن تأکید بر این که قهرمان کشتی در آزمون جانفشانی برای وطن نیز سرافراز است، از هممیهنان میخواهم که برای نجات جان نوید طوفانی از اعتراض برپا کنند. تلاش برای رهایی او و دیگر جوانان دلیر از بند ضحاک زمان یک وظیفه میهنی است. پایگاه خبری هرانا روز جمعه دیروز گزارش داد که حکم اعدام نوید افکاری که در اعتراضات مرداد ماه 97 در شیراز بازداشت شده بود در دیوان عالی کشور تایید و اعادی دادرسی او رد شده است. بر اساس این گزارش نوید افکاری به دو بار اعدام، 6 سال و 6 ماه حبس و 74 ضربه شلاق، وحید افکاری برادرش به 54 سال و 6 ماه زندان و 74 ضربه شلاق و حبیب افکاری دیگر برادر او به 27 سال و 3 ماه زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شدند. متن کامل و مشروع این گزارش و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط می شود می توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید. پیش از خداحافظی با شما یادآوری می کنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمان‌های ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار می کند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش می کند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا می باشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار یک دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپ استور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید، اسرائیل.